به این بخش خبری خوش آمدید نماینده ای آیت الله سیستانی مدظله در بیت مرجعیت شیعه حضور یافت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده ای آیت الله سید علی سیستانی مدظله به همراه جمعی از فضلا با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدظله با ایشان دیدار و گفتگو کرد در این دیدار درباره روند تحصیل در حوزه علمیه شهر مقدس نجاف در دوران گذشته به ویژه در زمان مرحوم آیت الله سید محسن حکیم و مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی قدس سرهما گفتگو شد. همچنین نقش علما و مراجع بزرگ در حوزه علمیه قوم مالند علمای علام و آیات اعظم شیخ عبدالکریم حائری، سید حسین قومی، سید حسین بروجردی و سید عبدالهادی شیرازی قدسس الله سرهم مورد بحث قرار گرفت و تصریح شد که در آن روزگار مخصوصا در زمان پهلوی اول در ایران علما چگونه سختی ها را تحمل کردند و همه تلاش خود را برای بالندگی حوزه علمیه و پرورش طلبها ها به کار بردند همان طلابی که بعدها در شمار بزرگان علما و مراجع شیعه قرار گرفتند در این همچنین جوانبی از سیره علمای مذکور ماننده تواضع فوقالعاده مقدم داشتن یکدیگر در مقوله اعلمیت مرجعیت و رهبری و زعامت حوزه و تشیع مطرح شد سپس مرجع قدر با اشاره به آیه 112 همه سوره انعام خطاب به میهمانان خود فرمودند خدای متعال تمام پیامبران خود را مورد امتحان قرار داده و علما را نیز می آزماید معظم الله حفظودند خدای منان درجات عالی و حتی حد اقلی را به افراد راحت طلب عطا نمی کند و کسانی را از این نعمت برخوردار می سازد که می کوشند و در معرض مشکلات قرار می گیرند ایشان در پایان گفتند در این معنا مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام مطلبی دارند که می‌فرمایند تلخی دنیا شیرینی آخرت است در پایان این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی از معظم الله تشکر کرد و ایشان نیز برای شیعیان در تمام نقاط مختلف جهان پیروزی و بهروزی را از خدای منان مسئلت کردند